تلاش عمده ما بنت گرامی ایست که در پهلوی خبررسانی و اطلاع رسانی در هر برنامه که متوجه شده باشین، ما یک دقیقه یا دو دقیقه یادآور شدیم که ما میخواییم که شاهد روز باشیم، چی از تورنتو، چی از جهان، چی در منطقه و چی در افغانستان، شاهد روز باشیم که هیچ تفاوت میان هموطنان ما نباشه. یعنی نه تفاوت زبان باشه، نه تفاوت قوم باشه، نه تفاوت منطقه باشه، همگی من حیث انسان‌های اونمو سرزمین، باشنده‌های اونمو جغرافیا کنار همدیگر زیست کنن. گفتم چی در داخل افغانستان، چی در بیرون از افغانستان. مثال ساده‌ایش میتونم کسایی که بیشتر به مسائل قومی و مسائل برتری طلبی و اینا میاندیشن یا به مسائل جدایی طلبی میاندیشن. ببینید زندگی در غرب چرا هر روز تغییر میکنه به طرف پیشرفت و ترقی و تعالی میره، ولی چرا در کشورهای عقب مانده زندگی هر روز پایین میره پایین میره و بدترین زندگی را اون مردم تجربه میکنن؟ و در پاریس هم کشورهای اسلامی. دلیلش ساده است، این کشورها زمینه را قسم ساختن تا اول مغزهای اون کشورها را برای خود بیارن. جنگ در میگیره، اختلافات میچکمه، این چیز بیندگرامی تصادفی نیست، همه چیز تر همیشه پلان میشه و انجام میشه در مناطق. چون وقتی که مغزها از یک کشور بیرون میشه، مشخص است که مردم بی سواد که میباشه اونا زود توسط چی سیاسیون، چی مذهبیون، چی اینا استفاده میشن. اینا وقتی که مغزهای کشور خود بعد از او نیروی کار میخواهن، چی کانادا، چی امریکا، چی اروپا، چی هر کدام از اینا نیروی کار میخواه. و یه وقتی که اینجا آمدن یک تفاوت میبینن، تفاوتی است که در کشورهای خود اساساً امو عزت و احترامی که یک انسان باشه اونمو رو نمیبیدیدن، ولی در اینجا که میبینن که در قانون این مملکت در قدم اول احترام و مقام انسان شرط اول زندگی است. اینجاست که وقتی همه گی خود یکسان احساس میکنن در این کشورها، مثلا در کانادا، پس تلاش هم میکنن برای بهبود زندگی. یعنی تفاوت ها از مغزشان دور میشه، برتری طلبی ها دور میشه و هر کدام در فکر از این میشن که زندگی خوده مطابق زندگی امروزی عیار بسازن. وقتی که تلاش برای زندگی بهتر بود، وقتی که تلاش برای کسب تحصیل و علم و دانش بیشتر بود، خود به خود مسائل تبعیضی، مسائل برتری طلبی و مشکلات زبان و قوم و قبیله و اینو همگی از بین میره. کانادا هم مشکلات خود داشت چندین سال پیش، مسئله جدایی طلبی کوبک ها بود، ولی اونا جنگ نکردن، سلاح نگرفتن، تاریخ نوشته نکردن، صف جدایی طلب ها نساختن که ما فلانیم و چنانیم و اینیم و آنیم، بلکه میخواستن از کانادا جدا شد، کشور کیوبک ایجاد شود. ولی کانادا با حوصله‌مندی تمامی خواهشات به رأی‌گیری مردم بردن. در چند رأی‌گیری 90 تفاوت میکرد و بالاخره در رأی‌گیری آخری تصمیم به این شد که اگر در همین رأی‌گیری کوبکی ها نظر موافق گرفتن، میتونن کشور جداگانه باشن. در غیر از اون دیگه این سلسله بند در کانادا و میتونم شد وقت باختن دیگه سر و صدای از اونا بلند نشد. اما در کشورهای جهان سوم همیش چون احترام به مقام انسانی، سطح فهم و دانش به این اندازه که اینجا کشورها بالا نیست، در اونجا سیاسی نقش بسیار عمده داره، مذهبی نقش بسیار عمده داره، اونجاست که مردم با اینمی امراض قومی و زبانی و منطقوی و همچشمی ها و دشمنی ها و کینه ها و عداوت روبرو میشن. ولی تأسف اینجاست که ما این اصلا ثبت ما مشخص سر هموطنان خودمان، ما زندگی اینجا را تجربه کردیم،
از تمام مزایای یک دولت به اصطلاح فدرالی ما اینجا استفاده میکنیم. ما در اینجا میبینیم که پیشرفت دلیلش اینه چی هست که انسان ها همه یکسان هستند. ما میبینیم که احترام به مقام انسان زیاد است. ما میبینیم که اینجا دیگه تاریخ نمیکشه بومی های کانادا که برادر اینجا باشنده های اصیلی یک سرزمین هستم، تویی که آمدی مهاجر هستی حق نداری که بگی من کانادایی هستم، تو باید باعث مهاجرگی کشور و آن کشور و این کشور باشی. چیز رو نیست. ما خوب میبینیم مزایای زندگی در غربه. اونی با درد و با تأسف که یک تعداد ما با موجودیت زندگی کردن در ایرم تو یک شرایط ولی برای وطن داران خود زندگیه اون شکل میخواین که مصیبت باشه، بدبختی باشه، تبایی باشه، برتری طلبی باشه، قومگرایی باشه، زبان پرستی باشه. بین اگر مشکل در داخل کشور حل نمیشه که در اونجا ما میگیم که دشمن هاست که کار میکنم، میلیون ها دلار از روزانه سرازیر میشه که مردم به جان همدیگر باشن، پشتون باشن، تاجک باشن، ازبک باشن، ازاره باشن. اما در غرب که چنین نیست. در اینجا چرا ما تکان نمیخوریم؟ در اینجا چرا ما جادی قومگرایی رو بسته نمیکنیم، جادی زبان پرستی رو بسته نمیکنیم، جادی برتری طلبی رو بسته نمیکنیم؟ چرا یک جادی یک طرفی برگشت ناپذیر برای خود نمیزنیم، جادی انسانیت رو به نام هموطن در اینجا روان نشویم که هر کس از این جاده پای خود برون کشید باید محکوم شد و در انزوا قرار بگیره؟ ما وقت بیگانه ها رو محکوم میکنیم که بیگانه ها نمیذارن، بیگانه ها مداخله میکنن، بیگانه ها کار میکنن، یک دقیقه به خود بندیشیم به اصطلاح یک سه چهار کل که دیگه طرف خود ما میشه که خود ما برای خود چی کردیم، خود ما برای ختم بحران چی کردیم، خود ما برای از بین بردن دسایس دشمنان چی کار کردیم. دشمنان ما آدموی ضعیف نیست، ما در برابر توطئه های جهانی قرار داریم، توطئه های جهانی کشورهای بزرگ منطقه که هر کدام زخم خوردن در وطن، اون زخمای ناسور از اینا هیچ وقت تداعی نمیشه، اون انتقام اون زخم ها رو هر روز میگیرن. در برابر از اینا جزئی که ما خود ما پس اگر واقعا با وطن و مردم خود دل بسوزانیم، ما میتونیم که استاچیم. در اینجا ما نیرو سیم، اگر در افغانستان نیرو نبودیم، در اینجا یک فردم که هستیم، یک نفرم که هستیم نیرو هستیم. در اینجا یک نفر ارزش داره به صفت انسان. ما در هر کشور ما شما به هزارها هزار انسان هستیم. در کجا ما رفتیم بعد از همین 15 آگوست؟ در کجا رفتیم بالای کشورها فشار آوردیم؟ رفتیم مظاهرات کردیم روزای شنبه و یکشنبه که نه مظاهرات ما را کسی میبینه نه انعکاس پیدا، دل خود خوش کردیم. یک قدنامی هم نشته کردیم فارسی و پشتو که اون قدنامه رو نه این مردم میخوان نه هیچ. اما آیا ما فشارهای سیاسی رو بالای کشورهایی که زندگی میکنیم زیاد کردیم یا راه انداختیم؟ نکردیم. پس یقین داشته باشیم بیدای گرامی که ما هم مقصر هستیم و خصوص کسانی که هنوز هم در غرب آمدن مسائل 20 سال گذشته را در وطن تجربه کردن، این مسائل قومی را بلند کردن. من متاسف از هر قوم قبیله کس ازش نفرت دارم بیدای گرامی، ولی بازم اونمونا هنوزم در بیرون به اون فعالیت های خود ادامه دادن، ولی ما کار نمی کنیم چون اما احساس و انگیزی که در گذشته بود روز به روز از بین میره و جای درد و وطن و مردم و همه چیزه ایواز انگیزه پروژه گرفته. با هر کی که صحبت میکنیم بیدای گرامی که بیاین یک کار کنیم، میگه من بیایدش چیز از کجا پروژه بگیریم؟ در حال که ما 33 سال، 34 سال، 19 سال، 93 سال اینجا کار میکنم، اتحادیه داشتم، انجمن داشتم، جریده داشتم، رادیو داشتم، تلویزیون داشتم، اما هیچ وقت من به فکر از این نبودم که از کجا برای نشرات خود من پول بگیرم. چون وقتی که شما همه چیز حساب میکنین معیار فقط پول میشه و برابر پول اون محاسبه میکنین، اینجاست که دیگه ارزش از بین میره، مسئولیت از بین میره، همه چیز انسان پروژه میشه.
و بدبختانه که حال دوستا قار میشن نمیشن کاری ندارم. ما درد ما درد ملت است، درد یک کشور است که 44 سال به خاطر وطن و مردم کار کردیم. اینا امروز همگی پروژه ای میاندیشن، در پروژه درد وطن علم میشه یادتر باشه. در پروژه ما فقط ابزار هستیم، خود ما در دست بیگانا و کشور و مردم ما ابزار میشه در دست ما. این بازار تجارت میشه که هر کی کش میکنه متای خود بفروشه و چند پول به جیب خود بزنه.